الو، سلام آقای رشیدی، درسته؟ آقا شما یه مورد دم بخت داشتین، درسته؟ ایشون هنوز موجود هست؟ عجله کردین آقا جسارتاً ببخشین، فقط من میتونم بپرسم که چند تا مهریه کردین؟ میخوام مزنه دستم باشه. قربون شما، ایشالله مبارک باشه. الو، سلام علیکم آقای کمالی، نمایشگاه ماشین؟ آقا سلام علیکم، قربونتون برم. آقا دختره شما موجود هستن؟ ما بر بازدید خدمت برسیم. چند تا فرمودین؟ 4 تا دختر دارین؟ خب سومیش. خب دومیش. خب اولیش. این اولیش چند سالشونه؟ 48 سال. اگه زبدی من یه دور میزنم بر میگردم. به سلامتی داری خونه میخری؟ نه آقا، خونه چیه؟ خودت گفتی الان طبق دوم، سوم، چهل، 48 سال. نه دختر، آقای کمالی بودن، دارم زن میگیرم. الو جانم. آقا پیمان کارخونه سیمان؟ خیر. آقا پیمان فرش فروش؟ خیر. آقا پیمان فوتبالیست؟ خیر. آقا پیمان فیلمساز؟ خیر. ببخشید اشتباه گرفتم. اگه خواستی بیا فون بوک منم چک کن ببین همسر ایدالت اینجا هست یا نه. آقا اصلا بعضی وقت همسر ایدال همین دور و برات، فقط باید دست بکنی اون ور از تو گوشی پیداش کنی بگیریش. ایزه بده. الو آقا سلام علیکم، خیلی مخلصیم. بله بله، من خودم هم که چند بار مزاحمتون شدم، قربونتون برم. می‌خواستم اگه اجازه بدین دیگه برای خواستگاری تشریف بیارم. من میرسم خدمتتون، فقط آدرس برام اس ام اس می‌کنین. قربونتون برم، مرسی. الان موردتو پیدا کردی؟ آخیش. آره بالاخره افتادم تو دام عاشقی. فهمیدم. من نفهمیدم. خودت دامی هستن کلا. این چه دامیه؟ چجوری با این روش کثیفی که در پیش گرفتی تا حالا تو دام نیفتاده بودی؟ آقا پیش نیومد دیگه، یه بار تا پای سفره عقدم رفتیم اونجا، باباش جلو پامون سنگ انداخت. چه سنگی انداختن؟ آقا میگفت من دروغ میگم، میگفت دکترای قلب و عروق ندارم. خب اسم اصلیم نادره، از یه خانواده ثروتمند نیستم. خب شما با اسم و رسم جلی رفتی خواستگاری مردم، مگه کلاهبرداری شما هستن؟ آقا اینا بهانه‌گیریه دیگه آقا، والله همین کارا رو میکنن، سخت میگیرن دیگه، با دست دو جوونو بزنن برن تو دست هم دیگه، برن سر زندگیشون دیگه. مشکل اینجا بود که عشق وسط نبود. آها اگر عشق وسط باشه همه چی حل میشه. یعنی الان عاشق شدی شما؟ الان ما عاشق یه کارخونه ای شدیم که یک همسر مناسبم روش میدن. آقا اصلا باید ببینین آقا اصلا چه کارخونه ای است، خواب از آدم میرو باید، اصلا عین پنجه ای آفتاب میمونه. کارخونه هه؟ آره آقا کارخونه، اصلا شبا میاد تو خواب آدم، ببینی عاشقش میشه. آقا چند هکتار زمین، باغ، ورودی، پارکینگ، دستگاه، کارگر، همه چی. فهمیدم. پس این که تو الان عاشق نشدی اینه که کارخونه خوب پیدا نکرده بودی. آقا یه مورد اوکازیون پیدا کرده بودیم 4 سال پیش. آقا اصلا نمیدونی چند هکتار زمین، چه کارخونه ای، چه کارگرایی، چه ورودی، چه خروجی، چه همه چی، ولی نشد که بشه. یعنی معامله جور نشد، چه جوریه؟ آقا یعنی رفتیم تحقیقات کردیم دیدیم به درد ما نمیخوره. یعنی بالاخره باید در شأن و شخصیت شما باشه دیگه، گیر نیومده ها. آقا در شأن و شخصیتمون بود، فقط تو تحقیقات سال جوابای اشتباه داد، اطلاعات غلط به ما داده بودن. شما... دختره 6 سالش بود. فهمیدم. متوجه. دم بخ نبود، دم مهد کودک بود. متوجه هستم. شما خانواده محترم جناب آسمانگاز رو تالا دیدین؟ آقا دیدن نمیخواد که، الان یه کارخونه دارن، یه مدیر اجرایی میخوان با حقوق بالا. خب دخترشون هم که تک فرزنده. خب دیگه همه چی حله دیگه. یعنی تمام این برنامه ریزی ها تو همین یه دقیقه انجام شد؟ تو این یه دقیقه چی آقا؟ الان 30 روز ما 40 مورد رو زیر نظر داریم آقا، یه دقیقه کدومه؟ بعدم عشق عاشقی که دقیقه بر نمیداره، ما بابامو در حدود 2 دقیقه با مادرمون ازدواج کرد، ولی رکورد دست شوهر عممون 34 ثانیه‌ای عمه رو گرفت. فهمیدم. شما اصلا الان میدونی طرف چی کار است، چی رو دوست داره، چی رو دوست نداره؟
آقا علایق مشترک زیاد داریم، یعنی ما رفتیم توی صفحه شخصی، بله، دیدیم نوشته علاقمند به شعر و ادبیات، که ولی اون حالا خیلی مهم نیست آقا. ما خانوادهش که آقا پول داره، ثروت که دارن، کارخونه هم که دارن، خودش هم که دختر خوبی. آقا میکروبیولوژی خونده دانشگاه ماساچوست. الان به غیر از میکروب چه وجه اشتراک دیگه آقا داری؟ ما خانواده تحصیل کرده ایم، ما پسرداییمون داره اوشون فشن باغداری میخونه. یعنی شما فکر میکنید با این اوصاف به شما جواب مثبت میدن؟ آقا چرا جواب مثبت ندن آقا؟ داماد به این خوبی، این همه که با هم دیگه اشتراک داریم. مثلا چی؟ آقا مثلا اشتراکمون اینه که ایشون توی صفحه شخصیش نوشته که علاقمند به شعر و ادبیات. یک بار عرض کردم خدمت. آها، یعنی میخوای بگی تو شعر و ادبیات دوست داری. آقا ما رو اینجوری نگاه نکنید، ما پسر خاله‌مون لیدر باشگاه پرسپولیس، نصف اون شعرایی که تو ورزشگاه میدن و یا ما شعرشو گفتیم یا تنظیمش کردیم. متوجه شدم کاملا. تازه علاقمندیای دیگه هم داریم. چی؟ تنیس. آها، تنیس جزء علاقمندیای شما هم هست. البته من خود تنیسو که دوست ندارم، من کشتی دوست دارم. ولی وقتی عشق و عاشقی باشید که فرق نمیکنه راکتو بگیری یا زیر دخمو. متوجه شدم، بله. من الان موندم که این چه طرز انتخاب همسر آینده است. یک خانم آقا باید در واقع خیلی وجه مشترکات داشته باشن، مکمل هم باشن. آقا ما کاملا مکمل همیم دیگه آقا، خونه و ماشین و تحصیلات از ایشونه، بقیهش با من. من مطمئنم که شما رو با لگد میندازم بیرون، ولی اگر به نتیجه برسه به جای بدی میرسه. آقا چرا نمیاری تو پیونده تو تو جوون؟ چرا انقلت میای؟ چرا این لفظ بد میای اینجا؟ بسیار خوب، شما برو، اگر به شما جواب مثبت دادن من اسمم میذارم ژوله. اسم تو بذار ژوله. خب ولی مطمئنم اونا مغز خر نخوردن، دختر دست گلشونو بدن. حالا میبینی که مغز خر خوردن یا نخوردن. از حالا اسمت بذار ژوله. برو آقا جون. ژوله کجا میری؟ برو عزیزم. ژوله. برو. امیر مهدی ژوله. بیا اینجا ژوله. اس ام اس آدرسشون هم نمیاد چرا؟ آهان. آقا اسمس اومد. آدرس رو وسط مسیج کرد؟ آقا آدرس رو واسه همون مسیج کرد یه ذره. آدرس گفتی یک بار دیگه مزاحم خانواده ما بشی میدم دست پلیس 110. اینو از همت برم نزدیک داره یا از حکیم؟ الان 110 میخوای بری؟ بله. سر راست از هر سمتی بری میرسی. برو برو برو. نه چه خوب کردی اومدی. ببینم تو این دور و برا فیل ندیدی؟ نه، چرا سوت میزنی؟ خب ببین فیلا از سوت زدن آدما میترسن دیگه، سوت که میزنی در میرن. تو تهران که فیل نیست. آره دیگه، به خاطر سوت زدنای منه دیگه، تمام فیلای تهران از من در رفت. حوصله‌ات سر رفت. آره آره، کجا فهمیدی؟ چیزی شده بهم بگو. نه نه، فقط حوصله‌ات سر رفت. آره خب خیلی حوصله‌ام سر رفته. یه دو سه روز هی دارم سرچ میکنم دلم چی میخواد، دلم چی میخواد، دلم چی میخواد، هیچی بهم نمیده. ببین من هر وقت حوصله‌ام سر میره به پیمان میگم مسخره بازی در بیاره، بعد من بهش میخندم. نه نه، پیمان دیگه تکراری شده، دلم یه اتفاق باحال‌تر میخواد. ببین میخوای زنگ بزنیم به عمه شمسی بذاریم سر کار؟ عمه شمسی مگه زنده است؟ نه دو سال مرده. خدا بیامرزتش. نه 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 مرداز، من اتفاق خیلی باحال‌تر دوست دارم. ببین مثلا امروز صبح رفتم بیرون با ماشینم کل مسیر رو دنده عقب اومدم، ولی بازم حالم سر جاش نمیاد. ببین یه چیز دیگه، من هر وقت حوصله‌ام سر میره فیلم عروسیمو میذارم نگاه میکنم. وای عروسی!
خیلی دوست دارم. آفرین، دوست دارم ازدواج کنم. بری کلا. با کی میخوای ازدواج کنی؟ اصلا مگه فرقی داره؟ مهم نیست که. نه فرقی که نمیکنه، ولی خب تنهایی که نمیتونی ازدواج کنی، یکی باید باشه. آره دیگه، اینش خیلی سخته. آره راست میگی. بعد میگن چرا جوونا ازدواج نمیکنن. خب تو میتونی برام یه کاری بکنی؟ آره ببین، یکی از دوستام هست اسم شاپرک، عاشق فیلم عروسی. اصلا حرفشو نزن. چرا؟ اصلا دوست ندارم اسمی که تو شین و په باشه حالمو به هم بزنه. خب چیه؟ کاملیا چه؟ کاملیا نشین داره نه په داره. آره کاملیا خوبه، بد نیست. ولی ببین، من زن آیندهم دوست دارم که اینجوری باشه، گیر بهم نده، با بیکاریم بسازه، آشپزی خوبی بلد باشه، ماشین داشته باشه، من بتونم از ماشینش استفاده کنم برم مسافرت. بعد دیگه آها، خودش بره سر کار خرجیمونو اون بده. و یه چیز خیلی مهمتر، کله پاچه خیلی دوست داشته. نه کاملیا کله پاچه دوست نداره. اصلا شرمندم، در حد و قواره من نیست. نیمه گم شده تو پیدا کردم. راست میگی؟ ببین من چند روز دارم دنبالش میگردم، فکر کردم پیمان گذاشته لا آشقالا. پیمان نیمه گم شده تو گذاشته لاج؟ نیمه گم شده چیه؟ همینی که تو پیداش کردی دیگه. تبلت؟ نه بابا، تبلت تو نمیگم، که محبوبه رو میگم. آفرین، یس، محبوبه میخوام. محبوبه. خب کی قرار بذارم؟ قرار چی؟ قرار خواستگاری دیگه. پیان ازدواج کنم؟ خب اگه نمیخوای بی خودی دختر مردم رو معطل نکن. خب نه باشه. چیزه تو عروسی شام میدن؟ شام هم میدن. شام بوژله میدن؟ ژله رو نمیدونم، ولی میتونم بپرسم ازش. خب بعدش چی؟ وقتی ازدواج کردیم بعدش چی؟ که بعدش مراسم عروسی میگیری. وای خیلی خوبه، این عالیه. بعدش هم که احتمالاً بچه دار میشی. فقط از الان گفته باشم ها، من اسم بچه‌مو میخوام خودم انتخاب کنم. آره محبوبم همین جوریه، میگه اسم بچه‌م خودم میخوام انتخاب کنم. آفرین. خب تفاهم دیگه، عالی، خیلی خوبه. فقط یه چیز دیگه، ببین وقتی که بچه دار بشیم بعد بچه میره مدرسه، خرجی میخواد. آره من روز با پیمان داشتم حساب میکردم، بچه روزی کم 50,000 تومان خرجش. مرناز تو پول داری بهم قرض بدی؟ نه من حقوق نگرفتم هنوز. پس من چیکار کنم؟ من چجوری بچه‌ام کارنو چجوری بزرگ کنم؟ ای بابا، این دختر با 1,000 تا امید و آرزو اومده تو این زندگی مشترک. یعنی الان من باید برم سر کار؟ خب من چه میدونم، برو از مامان بگیر. نه اصلا نمیخوام از مامی بگیرم. مامی نه، نمیشه طلاق بگیرم ازش. خب من دیگه چجوری تو چشمای این دختر نگاه کنم؟ نه ناراحت نشو. خب این آخر چاره ای ندارم. بیچاره محبوبه. بابا من اصلا چاره ای نداشتم که طلاق بگیرم ازش، به خدا تو. تو همین 5 دقیقه ازدواج کردی؟ جدا شدی؟ آره دیگه، در حد و قواره من نبود دیگه، طلاقش دادم. اصلا تعریفت از ازدواج چیه؟ واسه اینکه وصلت سر نره ازدواج میکنی؟ ببینید آقای مدیری، ازدواج مثل کلش آف کلنز میمونه. شما دهکدت رو که درست میکنی، بعد از ازدواج یه دهکده دیگه بهت اتک میکنه. بعد بتونی مقاومت کنی در برابرش. این مقاومت خیلی مهمه. من نتونستم مقاومت کنم، خب طلاقش دادم دیگه. نه از دست دادم دهکده رو. به یه سوال مهم، شما فیل ندیدی این ورا؟ صبح یه دونه تو حیات بود. یس، عالیه. مرسی آقای مدیری، مرسی. دو روز دام دنبالش می‌گردم. خب این الان این پرده از نمایش که می‌بینید 8 سال پیشه، یعنی زمان خواستگاری پیمان از مهرناز. هما من همیشه عاشق این بودم که بعد از مرگم تو مراسم خواستگاری دخترم شرکت بکنم. به نظرم ولی بهتر شرکت نکنی، چون تو رو میبینن هول میکنن، میترسن فرار میکنن. ولی اگه نپسندیدمشون تو بیا بترسونشون فرار کنن. هما این بچه الان پدر نداره، من نگرانم که اینا مثل کوزت باهاش رفتار بکنن. خیلی بی پناه دختر من. ای بابا، تو هم اومد. به مثل ماه میمونه دختر بابا. این گیریمو پای صحنه ندیده بودین؟ نه دیده بودم، الهی بمیرم. بریم ادامش.
من بیام. اومدی اومدی. 3 2 1. مرناز با مادر. بریم 3 2 1. مهناز جان مادر، فکراتو کردی؟ ببین نویسندگی کار نیست، پس فردا نیاد اینجا داماد سرخونه بشه. نه پیمان خودش هم از داماد سرخونگی بعدش میاد، میگه داماد سرخونگی ته رذالت و پستیه. به هر حال گفتم اینجوری سنگاتو باش وا بکنی زودتر. از قدیم ولی گفتن دومادو باید دم هجله کشت. آفرین، اصلا این قدیمی ها چقدر خوب حرف میزنن. نه آه راستی این فیروزو فرستاده بودی برای تحقیق و تفحص، چی شد؟ همینجاست. خیلی جای امنی قایم میکنه. آره خیلی محرمانه است. یه دقیقه صبر کن، دستکش دستمه. من مادر بزرگم هم یه جای امنی داشت. دستکش نرو. اینو بده بهش بخونه. بیا اینو بگیر بخون. نگهداری یه بار دیگه کاغذ رو بعد داریم. بریم 3 2 1. بیا اینو بده بهش بخونه. بیا اینو بگیر بخون. به نام خدا، خانواده مذکور در ستارخان در آپارتمانی 24 واحد 80 متری بدون نورگیر مناسب سکونت داشته که دارای 200 متر زمین است. طبق گفته افراد محلی 28 سال ساز است و سندش نیز دست اول می باشد. بذار ببینم 200 متر قدر و سهمشون چقدر میشه. من حساب کردم 9 متر خیر سرشون. 9 متر؟ خب صبر کن ببینم. 9 متر ستارخان میکنه به عبارتی از 60 تومن. ببینم اینا بچه دیگه هم دارن؟ دوتا. خب میکنه تایتش 30 توم. اینا فهمیدن بچه هم پدر نداره، میخوان سرشو کلاه بذارن. ماما ما که خودمون خونه داریم، خونه آقا پیمانی رو میخوایم چیکار؟ اینا تحقیقات مادر، ما باید بدونیم اینا چی دارن چی ندارن. دخترم با توجه به شواهد و اسناد موجود نمیخوای دوباره فکر بکنی؟ نخه من فکرامو کردم. مادر جان ببین، اگه تو ستارخان بخوای بین فلک اول دوم، دخت پسر ملوکم هست. پسر خوبی هم هست، ساکت آروم، تک فرزندم هست، قدر و سهمش هم 120 متره. اون که زندانه. خب براش حبس ابد که نبریدن. بعدم گذشته هر کسی به خودش مربوطه، مهم آینده‌شه که باباش همین روزا میفته میمیره، همه خونه مال خودش میشه. هما ها. این بچه پدر نداره، ممکنه سرش کلاه بذارن. میشه یه قولی به هم بدی هما؟ چه قولی؟ گردن نگیر. چی ها نباید گردن بگیریم؟ دخترم قانون اول خواستگاری میگه که اصلا کلن گردن نگیر. مثلا چی؟ مثلا همه چی. مثلا مهریه پایی. مهریه رو ما باید گردن بگیریم؟ دختر بزرگ کردیم. خب بله عزیز من، مهریه مقدار متنابهی سکه است که از طرف خانواده داماد به خانواده عروس اهدا میشود. البته در زمان صلح و آرامش، بلکه بعد از اینکه جنگ شد ما خودمون از حلقوم داماد میکشیمش بیرون. بله بعد مهریه سکه است به سال میلادی تولد تو یک دونم پایین نمیدم. ماما ما آقا پیمانینا میخوان داییشون هم بیارن که تخفیف بگیرن، نمیشه تخفیف بهشون بدین؟ تخفیف چی مگه؟ میخوان گونی سیب زمینی ببرن. دردانه باباست تخفیف. خب البته برای اینکه تو دلت نشکنه، اگه یه مقدار متنابه سکه رو پیش پیش بدن تخفیفم میدم. هما زیر 100 تا قبول نمیکنی؟ 100 تا رو میگیریم بعد میریم سر قرارداد. شما هم همین مهریه رو به مامانم دادین؟ کل مهریه مادر 10,000 تومنه. میخوام 10 تا بستنی عروسکی بگیرم من دستم تو. آره اون موقع بهش میگم هما جون بیا اینم مهریت، حالا جونت آزاد مهرت حلال. هما جون فیروز رو فرستادم تحقیق کرده، مهریه من به پول الان میشه 11,971,575 تومن. خب بذارم این الان بهت بدم. ایوا پولم اون دنیا جا گذاشتم. ماما حالا ما چرا باید اینقدر سکه بگیریم ازشون؟ چرا؟
چرا؟ خب دخترم من کلی خرجت کردم. اصلا بذار حساب بکنم ببینم چقدر تالا خرجت شده. چهار تا پوشک اون موقع اونجا بود. ستا هم اونجا بود. خرج مدرسه بود. ببخشید. 285,325,323,000 تومان خرجت شده، تازه استهلاک خودم رو حساب نکردم. تو که همون موقعش هم مستهلک بودی. من باید شیربها بگیرم. شیربها چی هست؟ شیربها بهای شیری است که مادر به دختر خود داده و ما از خانواده داماد طلب میکنیم قبل از عقد. ماما شما که به من شیر ندی، همه شیر خوش خوردم. شما هم همی شیربها رو به مامانم دادین؟ پیچوندمشون. به مادر بزرگت گفتم که مادر جان شما به هما شیر دادین؟ گفت نه، من بهش قنداق دادم. منم دوتا کله قند گرفتم، گفتم بیاینم قنداق بها. ماما جهیزیه رو ما باید بگیریم؟ جهیزیه رو دیگه مجبوریم گردن بگیریم، چاره دیگه ای نداریم. البته صوتی تصویری به خودشون ها. صوتی تصویری چی هست؟ صوتی تصویری بخشی از جهیزیه است که عمدتا مورد مناقشه است. اما ما گردن نمیگیریم. آره، صوتی تصویری مثلا یعنی تلویزیون، ضبط، رادیو، فرش، مبل، یخچال، لوازم آشپزخانه، اینا صوتی تصویری محسوب میشه. کلاً هر چیزی که صوت داشته باشه و تصویر. بازم هست؟ جگرگوشه مامان، این نوید پسر عزت خان پرتو هم هست. بابا کارخونه دار، ساکت، آروم. ماما اون که زن داره، دوتا هم بچه داره. خب ببین اصلا اینا مطرح نیست، مهم اینه که دستش به دهنش میرسه، قدر و سهمش هم زیاده، باقیش حاشیه است. دستش به دهنش میرسه، دستش به دهنش میرسه. این بچه پدر نداره. هما، هما مراقب باش مراسم عروسی به خوبی برگزار بشه، به خصوص شام. آه شام خیلی مهمه. آره 26 جور غذا باید بدن، بره درسته، ژله، ژله نباید یادشون بره. جوجه کباب رو فراموش نکن. مرحوم پدر هما موقع عروسی منو کشید کنار، گفت دو تا چیز میخوام بهت بگم. اول اینکه بعد از عروسی همدیگر رو نزنین. دوم اینکه چیزی که میخوام 60% جوجه است. مامان میگم میخوای من شهرتو براشون ایمیل کنم بخونم بعد بیان خواستگاری؟ اونا رو دیگه نمیدونم مادر، هر جور خودت صلاح میدونی. ما هدفمون خوشبختی و جلب رضایت شماست. بله. خب مامان مگه شما فقط بابام دوتا کله قند بهتون نداد؟ خب حالا مگه بدبخت شدیم؟ 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 نشدیم؟ شدیم؟ نشدیم؟ شدیم؟ نشدیم؟ من دیگه نمیدونم این 15 آدمیه که داره میاد خواستگاری من، شما اینجوری میکنین. اگر آقا پیمان شد شد، اگر نشد من دیگه با کسی ازدواج نمیکنم. دخترم عزیز بابا، مامانت صلاح تو میخواد. لوس هم حالا اینقدر گیر نده، میگم میلادی رو بکنیم هجری شمسی، ایراد نداره؟ اصلا این جوونا عقلشون نمیرسه، من میدونم، به حرف من گوش کن. هما این بچه پدر نداره، میگم مورد ظلم قرار نگیره، یه وقت ها مراقبش باش. گوش کن، بزن اون تو، بزن اون تو. 1978 سکه. 978 سکه. خب شیربها رو بزن 80 میلیون. 80 میلیون که چکش خور داشته باشه، رو 50 تومن ببندی. خوبه 50 تومن. این محبت پدر رو چند بزنم؟ چیه گیره، چه حیولاهایی افتاده واقعا. داری جدول حل میکنی؟ ببینم کمکی چیزی میخوای؟ خیر، جدول نیست پدر جان، دارم رو کتاب جدیدم کار میکنم، درباره ازدواجه. خب در هر صورت اگه کمک میخوای من میتونم بهت کمک بکنم. من درسته که دستم جسمن از دنیا کوتاهه، اما روحی میتونم بهت کمک بکنم. اتفاقا میتونی کمک کنی. یه فصلی گذاشتم تو کتاب درباره نظرات مخاطبین شما. اگه بخواید دشواری های ازدواج رو بگید چیه؟ مثلا چی میگیم؟ دشواری؟ بله. دشواری نداریم که. نه مثلا خود شما موقع ازدواجتون چه مشکلی داشتین؟ اصلا مشکلی نداشتیم. همینجوری من آلاگارسون کردم، رفتیم خواستگاری، بعد پدر ایشون از پدر من پرسید که ایشون چی دارن، گفتن هیچی ندارن، آسوپاس هستن. بعد اونها هم لبخند زدن، گفتن مبارک، شیرین رو چرخوندن، عقد کردیم، تمام. بله بله. خب اون موقع یکم فرق داشت. منظورم الانه، جوانای الان چه مشکلاتی دارن؟ اینها مشکلاتی ندارن. اتفاقا دیشب عروسی خواهرزاده من بود، بهادر. اونم قشنگ اومدش، خودش آماده کرد، آلاگارسون کرد، پشت موها رو درست کرد، این فوکولا رو داد، رفت زنگ گرفت، خیلی هم خوشبختن.
البته این که میگید دیشب 21 سال پیشه در واقع از عروسی بهادر خان 21 سال گذشته، پس فردا عروسی پسرشونه. ای بله من یادم میره مردم. خیلی خب اینو بهم بگین دیگه. خب بچه‌ها تغییر کرده، شرایط تغییر کرده، همه چی تغییر کرده. بله خب زمان شما انگار فرق داشت. بله زمان ما کاملا فرق داشت. بله. اون موقع ها علفات به دهن بوزی شیری می اومد، اما الان فکر کنم که نظر بوزی خیلی مهم نیست، الان اون علف و کیفیتش خیلی مهمه. آره دقیقاً، خیلی شرایط عوض شده، خیلی خیلی. پیمان میشه به این سوال من جواب بدی؟ بایست فرصت فکر کردم بده، نکه زبونم ها. من هنوز ازت نپرسیدم چی کار داری میکنی اصلا. خب بپرس دیگه، درباره چیه؟ ازدواج. ای شیطون، طرف کیه داری ازدواج میکنی؟ بالاخره سر و سامون گرفتی ها. وای آره ما خیلی خوشحالم برات. منم همینطور. من شیطون ملا، من 8 سال ازدواج کردم با خواهر شما. ای جون من. بله. یعنی تو الان داماد خانواده مایی؟ بله. خب چرا علاف میچرخی؟ چرا نمیری سر زندگی؟ حالا اینا رو ول کن. ببین الان تو اگه بخوای ازدواج کنی به نظرت چه مشکلاتی بیشتر اذیتت میکنه؟ شکم. جدی پرسیدم، میخوام به عنوان نظرات مردم توی کتابم چاپش کنم. خب منم جوابتو دادم دیگه. به این معنی یه چند وقت دارم تلاش میکنم سیکس پکام بزنه بیرون، بعد با یه دونش مشکل دارم. این یه دونه هی داره اذیت میکنه، نمیاد بیرون. این اگه بیاد بیرون تمام مشکلات زندگی من حل میشه. پیمان یه دونه اصلا. خیلی ممنون. تو هنوز اینجا نشستی داری مشق می‌نویسی؟ خب یه خورده جا به جا شو، بلکه زخم بستر نشی. ماما پیمان داره کتاب جدیدشو می‌نویسه. بله اتفاقا در این رابطه من یه سوالی هم دارم. شما اگر بخواید که مشکلات ازدواج جوانانو بگی از چی نام می‌برید؟ بله بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردین. مشکلات پیش روی جوانان. بله. شاسی بالا. جان؟ البته من خودم نمیدونم، ولی پوران دوستم میگفتش که دخترش یه خواستگار براش اومده، دختر گریه که این شاسی بالا نداره من زنش نمیشم. دخترش اصلا گفته خواستگاری که ماشین دو دیفرانسیل نداره باید به درد الله جرز میخوره. آها خیلی متشکرم از کمکتون. مهناز جان شما چی؟ من به نام خدا ببخش که پخش میشه. میشه یه بار دیگه سوالتون رو تکرار کنیم؟ مشکلات پیش روی ازدواج جوانان چه چیزهایی هست؟ بله جا داره که خیلی تشکر بکنم از پدر و مادر عزیزم و همسر خوبم. مشکلات زندگی مشترک. ببین یاد زندگی مشترک خودش با تو افتاد، گرگش گرفت رفت. پیمان جانم ببین یه چیزی جان. تو به جای کتاب نوشتن چرا فیلم نمیسازی؟ میتونی نقش اصلیش هم خودت بازی کنی، مثلا اسم فیلمه رو میتونی بذاری دوماد، سرخونه، ازدواج و زندگی. والا متوجه شدم. فقط یه چیزی، من خیلی دارم زحمت میکشم، تو یه فیل بزرگ اینجا ندیدی؟ خیر. ندیدی؟ خیر. چی کار کنم پس؟ بعد فیل و سوت بزنی نمیاد فکر کنم. آه راست میگی بایستو فیل. پیمان. بله. بگم شرایط واقعا اینقدر تغییر کرده؟ حالا نه اینقدر، ولی خب تغییر کرده دیگه. بله یعنی الان یه نفر بره خواستگاری بگه من هیچی ندارم نمیگن به به چه صداقتی داری؟ خب البته خیلی جاها اینطوریه، ولی بعضی جاها هم اینطوری نیست. یعنی چی؟ اون موقع اصلا اینجوری نبود. ما میرفتیم خواستگاری میگفتیم هیچی نداریم، اونا میگفتن که خب هیچی ندارین ایراد نداره، ما هم از اول هیچی نداشتیم، بعدن جمع میکنی. آخه چرا شرایط الان نقد شده؟ چرا تو هیچی نداری؟ چرا من مردم؟ چرا اینا اینجان؟ آخه چرا؟ چرا؟ چرا؟
مهناز نادر بیا بله آقا بیا چی شده؟ تو هنوز تو لیستت داری دنبال زن ایدئال میگردی؟ آقا ما فهمیدیم همش داشتیم بیراهه میرفتیم ما پشیمونیم از کرده هامون آقا آقا اصلا این که آدم هی بگرده دنبال پول و ثروت قرار درست نیست چی؟ آقا این که آدم هش دنبال پول و ثروت مادیات باشه واقعا درست نیست باید کرده خودمون پشیمونیم آقا ما دیگه دنبال پولدار نیستیم ما فقط دنبال چهره معروفیم الان زدیم تو کار سلبریتی فوتبالیست معروفی یه هنرپیشه کسی که بشه از اسمش سوء استفاده کرد بیشتر میشه توضیح بدیم آقا یعنی یکی که مثلا کسی کارش معروف باشن دیگه مثلا بازیگر معروفی باشه شما کیس نداری دور و برت برای ازدواج میخوام